بر ضد عزت امون همی حقوقش نقطه توجیه بود شش شکایت دیگر وارد شده است. در این باره به آزیا پلوس وکیل مدافع عزت امون سید برهان شریپوف خبر داده است. به قول منبع باید روزهای نزدیک مفتش پرونده وابسته به شکایت های نو پرسیش گذراند. شریپوف گفته است معلوم نیست که ازیر حمایهاش این شکایت کننده ها را میشناسد یا نه. وکیل مدافع در صحبت با خبرگزاری وضعیتی و شرایط نگهداری عزت امون را خوب ارزیابی کرده است و میگوید که او شکنجه نشده است. هرچند شریپوف گفت که برای ملاقات او و فرزندش با عزت امون مانعی نیست، اما پسر این حامی حقوق به رادیو زودی گفته بود که چند هفته به این سو با پدرش امکان دیدار را ندارد. سید برهان شریپوف همچنین خبر داد عزت امون ماه گذشته صاحب نبیره شده است و نامش را امون گذاشته است. عزت امون رئیس مرکزی توجیکون و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت امسال در مسکو ناپدید و بعد از دو روز در توجیکستان پیدا شد. دادگاه نویه تویری شهر مسکو او را به فعالیت غیرقانونی گناهگار کرد. در توجیکستان او را به قلابی متهم میکنند. نزدیکان و جانبدارانش باشد قضیه را سیاسی میدانند.